президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи бистукуми декабр дар паёми солонааш солҳои дуҳазорубитуду дуаоубшаро солҳои рушди саноат эълон кард ӯ ҳамчунин гуфт воридоти электромобилҳо электровозҳо ва троллейбусҳо аз пардохти гумрук ва андоз озод карда шавад эмомалӣ раҳмон гуфт мо ҳисоб карда баромадем ки ҳар сол ҳафсад миллион доллар фақат барои харидани сузишворӣ сарф мешавад эмомалӣ раҳмон гуфт аз моҳи январ маоши низомиҳо бистпнфоиз بالا برده می شود معاش معلمان و استبندی دانشجویان 20 فایز و نفقه مایوبان 50 فایز نیز افزایش داده خواهد شد امام علی رامون گفت بدون رشد معارف یگان قدم پیش رفتن نمی من چونین می شمارم که بنیاد ملت از معارف آغاز می و سرمایه گذاری به معارف اساس رشد دولت و آبادی ملت است او گفت خوب می که زمینه رشد چی ژاپن و چی سنگاپور مبلغ گذاری به رشد معارف بود وای گفت دستپروران مکتبای توجکستان باید حد دو زبان خارجی انگلیسی و روسی را رو خوب بدونند ولی امامالی رامون از آن اصحار نگرانی کرد که در کشور آموزگاران خوب زبان های خارجی قریب نیست. اکثر آموزگاران با شیوه های نو تعلیم آشنا نیستند. ما خودمون خودمون رو فری میدیم، فقط شماره، دیپلوم میدیم، قوغز میدیم به دانشجو ولی در کله هیچی نیست. ده سال بعد به حکومت و اداره های دولتی باید تنها آنهای را به کار بگیرن که دو زبان خارجی را مثل زبان مادریشان بدونند، گفت امام علی رحمان امام علی رحمان امسال پیام را مای دیکابر ایرایه کرد سالوی آخر او پیامش را به پرلمان و مردم مای یمور ایرایه کرد در جریان سخنرانی امام علی رحمان مشاهده می شد که او سخت شمال خورده است پریزیدنت به دلیل گلویش را گرفتن سلفا چند دفعه سخنرانیش را قطع کرد ва баъди ошомидани об ва роз кардани нафасаш ба суханронии худ дигар бора идома дод ироаи паёми президенти тоҷикистон ҳанӯз идома дорад мунтақидон мегӯянд эмомалӣ раҳмон дар паёмҳои солонааш асосан ба муваффақиятҳои ҳукумати худ тамаркуз мекунад ва аз камбудиҳо хеле кам мегӯяд эмомалӣ раҳмон шнӯ сол дошта аз поёни соли ҳа99д инак бн сол боз раҳбарии тоҷикистонро дар даст дорад طرفدارانش میگویند که او توانست کشور را از جنگ خرابی اووری شهروندی بیرون کشیده دولتداری توجیکون را بعد از هزار سال برقرار کند ولی منتقدان و مخالفان بر اینند که امام علی رحمان در توجیکستان یک رژیم خودکامه و آلوده به فساد ساخته است که در آن اکثر مقام های کلیدی رو خیش و تبار خود او و نفرانی به او صادق در دست دارند